هشام القنان، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، پژوهشگر ارشد پیشین مرکز ملک فیصل، اخیراً در یادداشت مشترکی برای نشریه کایرو ریویو نوشته آشتی ایران و عربستان سعودی محاسبات راهبردی هیچ یک از دو طرف را به شکلی انقلابی تغییر نمی‌دهد و از این رو بعید است در کوتاه مدت محیط امنیتی منطقه را به شکل چشمگیری دستخوش تحول کند. آقای دکتر القنان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال 2016 در یک گفتگو با نشریه اتلانتیک گفته بود ایران و عربستان لازم راه مؤثری برای به اشتراک گذاشتن همسایگی پیدا کنند و نوعی صلح سرد رو جایگزین کنند. آیا این همین رویکرد است که تهران و ریاض با اثرگیری روابط دیپلماتیک در دستور کار قرار دادند؟ At least from Riyadh's side, I don't think that this is an accurate description of what's happening. دست کم از منظر ریاض فکر نمی کنم این توصیف درستی از اتفاقی باشه که داره میفته. هیچ کشوری نمیخواد با کشور دیگه ای سهیم باشه. عربستان سعودی برای نفوذ در منطقه با کسی رقابت نمیکنه. برعکس توجه خودش رو به امور داخلی به خصوص اقتصاد و برقراری روابط حسنه با کشورهای دیگه معطوف کرده. بنابراین سیاست خارجی از دیدگاه سعودی ها بااستاب نیازهای داخلی است. عربستان به این نحو امور خارجی خودش رو پیش میبره. فکر نمی کنم این ارزیابی درستی از اتفاقی باشه که در منطقه داره میفته. همین ارزیابی رو میشه در مورد ایران به کار برد. برخلاف عربستان وضعیت اقتصادی ایران خیلی بده. اقتصاد ایران تقریبا از هم پاشیده و اونا مجبورن اقتصادشون رو رو به راه کنند. اما به نظر من بین این دو کشور منافع مشترک است. دست کم منافع تاکتیکی برای هر دو طرف که باید روابط خودشون رو عادی کنند. اما باید اضافه کنم که وضعیت به طور کلی متغیر و غیر قابل پیش بینی است. ما شاهدیم که فرایند عادی سازی روابط بین دو کشور خیلی سریع پیش میره. به صورتی که خیلی ها 6 ماه قبل پیش بینی نمی کردن. البته این علامت خوبیه و من امیدوارم هر دو کشور به خصوص ایران از فرصت استفاده کنن و سعی کنن به سوی برقراری روابط مثبت با کشورهای عرب به طور کلی و با عربستان بالاخص گام بردارند. عربستان با این توافق با جمهوری اسلامی چه پیامی به مردم ایران می فرسته؟ We're not saying that there are magical solutions to the conflict in the region. ما نمیگیم که راه حل معجزه‌آسایی برای وضعیت منطقه وجود داره. پیام پادشاهی عربستان به مردم ایران اینه که ما میخوایم این منطقه رشد و ترقی کنه. ما برای منطقه صلح میخوایم. آنچه که بر مردم ایران اثر میذاره، بر سایر کشورهای منطقه خلیج فارس هم اثر میذاره. به خصوص بر عربستان. رشد و خوشبختی منطقه چیزی نیست که شما بتونید اون رو به تنهایی برای منطقه فراهم کنید. به نظر من پیامی که عربستان میخواد به ایران بده اینه که ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ایرانی‌ها برادران ما هستند. از نظر منافع مشترک بین ایران و عربستان به نظر من دامنه همکاری نامحدوده. پس اگر اختلافات در منطقه ادامه پیدا کنه، اولین کسی که ضربه میخوره ایرانی‌ها هستند. بنابراین کاهش وخامت و بحران زدایی بیشتر به نفع ایرانه تا کشورهای دیگه منطقه و ما آرزو میکنیم که این روند ادامه پیدا کنه. منظورم ذهنیت بحران زداییه. آیا واقعا ریاض باور داره میتونه از بازار بزرگ اقتصادی ایران نفع ببره؟ I think cooperation between the two countries if things go forward it's endless definitely. دامنه همکاری بین دو کشور قطعا نامحدوده. پادشاهی سعودی بزرگترین اقتصاد منطقه است و یکی از اعضای اصلی گروه 20. ایران هم بالقوه یک اقتصاد بزرگ است. اما همه چیز به کاهش بحران در منطقه بستگی دارد. تلاش برای عقد یک توافقنامه محدود، مثلا توافقنامه بین ایران و آمریکا، در حال حاضر فایده‌ای در بر ندارد. آنچه که ما در نظر داریم یک توافق جامع‌تر و دوام‌پذیره. نه پیمانی که تنها به سود منافع داخلی آمریکا باشه و در همون حال ایران زیر بار تحریم‌ها کمر خم کنه. چیزی که مورد نظر ماست معامله‌ای که تحریم‌ها را از ایران برداره. معامله که ایران هم بتونه سود ببره. عامل اسرائیل هم موضوع رو پیچیده کرده. حمله به ایران به وسیله اسرائیل یا هر کشور دیگه آخرین چیزیه که عربستان در مورد ایران میخواد شاهد اون باشه. نمیخوایم این اتفاق بیفته. اما این مربوط به حکومت ایران میشه. باید طرز نگاهشون به منطقه رو عوض کنه. آنچه که در منطقه رخ میده اینه که ایران میخواد تو کشورهای دیگه نفوذ کنه و این در درجه اول برای مردم ایران زیانباره. ادامه این راه قطعاً واکنش خواهد داشت، به خصوص علیه ایران. بعضی میگن ریاض و تهران هر دو سوابق حقوق بشری هولناکی دارن، هر دو به دنبال توسعه اقتصادی هستن نه توسعه سیاسی و نمیخوان از سوی غرب
برای این امور مورد انتقاد قرار بگیرن. آیا این دو جنبه است که دو حکومت رو به هم نزدیک میکنه؟ شما با این نگاه موافقید؟ No, I disagree. I think it's much more complicated than that. نه، مخالفم. به نظر من این موضوع خیلی پیچیده تریه. فرض کنیم عادی سازی روابط انجام نمیشد. در عوض چه اتفاق می افتد؟ غرب به انتقاد از سیاست دو کشور در زمینه حقوق بشر ادامه می داد و هیچ چیز تغییر نمی کرد. البته این مسئله عامل تغییر نیست. به نظر من انگیزه اصلی و عامل اصلی تغییر اقتصاده. کشورها میخوان اقتصادشون رو رونق بدن، چون فکر میکنن که منابع طبیعی مثل نفت و گاز تموم میشه، اگه نه به زودی اما دست کم در آینده قابل پیش بینی. البته مسائل داخلی زیادی وجود داره، به خصوص در ایران که باید حل بشن. از یه طرف ما نشانه های بهبود اوضاع در منطقه خلیج فارس رو میبینیم، از طرف دیگه از جانب جمهوری اسلامی نشانه ای از بهبود نمی‌بینیم. ما می‌خوایم همه کشورهای منطقه پیشرفت کنند. اگر هر کشوری فکر کنه که از رنج و عذاب کشورهای دیگه سود می‌بره، اشتباه محاسبه استراتژیک کرده. به نظر من ایران، عربستان، ترکیه و حتی اسرائیل باید تعامل کنند. باید معادله‌ای برای برقراری صلح پیدا کنند. ما باید خودمون رو از وضع موجود رها کنیم. نگاه کنید به سوریه، به عراق، به لبنان، به یمن که چه بر سرشون اومده. ما می‌خوایم این وضعیت هر چه زودتر خاتمه پیدا کنه، چون هیچ کس از این وضعیت سود نمیبره. حتی اگر بعضیا فکر کنن که در کوتاه مدت از این وضعیت سود میبرن. پس شما اعتقاد ندارید وضعیت حقوق بشر در عربستان به بدی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامیه؟ I don't think so. فکر نمی کنم. برعکس فکر می کنم حقوق بشر در عربستان به سرعت رو به بهبوده. شاهدیم که زنها قدرت پیدا می کنن. شاهد تغییرات بنیادی هستیم. البته این تغییرات تدریجیه و اجرای اون زمان میبره. ولی بهبود چشمگیری می‌بینیم، نه فقط در کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه در عربستان. اما در ایران هیچ چیزی عوض نشده، نه بهبودی نه ترقی. فکر می‌کنم رعایت موازین حقوق بشر در تمام منطقه لازمه. به نظر من تغییرات ساختاری در عربستان رخ میده. دولت عربستان به دنبال بهبود کیفیت زندگی مردم، حتی کسانی که شهروند عربستان نیستند. آیا رابطه میان توافق تهران و ریاض و یورش پلیس آلبانی به اردوگاه مجاهدین می‌بینید؟ نه، فکر نمی‌کنم. به چند دلیل. یکی از نکات اصلی در توافق بین ایران و عربستان اینه که دو کشور در امور داخلی یکدیگه دخالت نکنند. دخالت فرم‌های مختلفی داره. پس من فکر نمی‌کنم همکاری بین دو کشور به این سطح رسیده باشه. این مسئله کاملا متفاوتیه. روابط دو کشور در مرحله اولی است و دو کشور هنوز در فاز گشایش سفارت و ایجاد روابط سیاسی هستند. اما اختلافات اساسی بین دو کشور به حال خودش باقی میمونه، چون خیلی شدید هستن و منطقه هم تغییری نکرده و یک شبه تغییر نمیکنه. ولی آنچه که رخ داده گفتگو و سرگیری روابط دیپلماتیکه. گفتگو همیشه مفیده و خوبه که روابط بدون میانجی برقرار بشه. به هر حال من نمیبینم که روابط دو کشور به این سطح رسیده باشه، چون اختلافات اساسی هنوز باقیه و طرز نگاه دو کشور به منطقه کاملا با هم فرق داره و هنوز هم عوض نشده. شما پیشتر نوشتید تهران قبلا با توجه به موضعش در یمن اطمینان خاطر داشت که دست بالا رو در برابر عربستان داره. بعد از جنبش 10 ماه اخیر ضعف تهران در برابر نفوذ عربستان روشن شده. میشه در این باره توضیح بیشتری بدید و آیا امکان داره که این دینامیک به سرعت تغییر کنه؟ فکر میکنم ممکنه تغییر کنه، اما بی تردید یمن برای ایران میوه رسیده ای نبود. دخالت ایران در یمن سهل و ممتنع بود، یعنی اولش ساده بود بعد پیچیده شد. به نظر من حوثی‌ها خودشون رو خیلی مهمتر و بالاتر از خامنه‌ای می‌دونن. مسئله یمن خیلی پیچیده است و پیچیده خواهد ماند، با یا بدون دخالت ایران. تنها چیزی که ایران می‌تونه برای دخالت در یمن استفاده کنه در جهت حفظ منافع خودشه. ما می‌خوایم منافع یمن حفظ بشه. می‌خوایم همه احزاب در این فرایند سیاسی شرکت کنند، چون به نفع همه یمنی‌ها از جمله حوثی‌ها خواهد بود. ایران همیشه آسیب پذیر بوده. وضعیت اقتصادی ایران خیلی بده. اقتصاد مقاومتی یه چیز کاملا مسخره است و ارقام اقتصادی رو بالا نمیبره. ایران در مسیر سقوط اقتصادی قرار گرفته و سعی میکنه با تحریم ها کنار بیاد. ما میخوایم این تحریم ها هر چه زودتر برداشته بشه و این کار به عهده خود رژیمه. اگر رژیم کاری نکنه، تحریم ها دست نخورده باقی میمونند و ممکنه به چیزی بدتر منتهی بشه. بنابراین پیشنهاد من اینه که ایران بهتره وارد فرآیند جامعی بشه تا از شر این تحریم ها نجات پیدا کنه
و در مسیر مثبتی حرکت کنه، چون انکار واقعیت و انکار حقیقت و ارقام دروغین کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کنه. اگر شما می‌خواید از گروه‌های شبه نظامی حمایت کنین، براتون خرج داره، خواه در عراق باشه یا لبنان یا سوریه. این تجارت خیلی گرونیه. خیلی رک بگم، اگر کسی طالب این نفوذه، بذارید بگیرتش. فکر نمی‌کنم عربستان سعودی خواستار یک چنین نفوذی باشه، چون براشون هزینه داره. شما پیشتر گفتید که جناح‌هایی در عربستان و در جمهوری اسلامی ایران هستند که خواهان این توافق اثرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان نیستند. میشه توضیح بدید این جناح‌ها دقیقاً چه کسانی هستند؟ I do not want to point specifically to what factions I mean, but نمیخوام گروه خاصی رو اسم ببرم، ولی فکر میکنم در هر فرایند عادی سازی روابط سیاسی گروهایی هستن که فکر میکنن از وضعیت صلح و روابط عادی ضرر میکنن، به خصوص در مورد ایران. به نظر من عده‌ای تندرو در ایران هستن که فکر میکنن این بازی برد و باخته و بهتره درگیری ادامه داشته باشه. اما فکر نمیکنم که این نظر غالب در ایران باشه. در ریاض قطعاً نظر غالب اینه که راه پیش رو مسیر صلح است. یعنی دیدگاه کلی سعودی تمایل به صلح است. ولی همونطور که گفتم، سیاست خارجی عربستان بازتاب نیازهای داخلی است. سیاست خارجی وسیله‌ای برای ابراز قدرت و ابزار نفوذ نیست. ما نیازهای داخلی داریم، نیازهای حیاتی که باید برای ملتمون تامین کنیم. به باور ما این سیاست در مورد کشورهای دیگه منطقه از جمله ایران هم صدق میکنه. مهمان این بخش از برنامه حسن هاشمیان، تحلیلگر امور جهان عرب هستند. آقای هاشمیان خیلی ممنون وقت گذاشتید، خوش آمدید. چه مقدار از اختلافات دو طرف ایران و عربستان سعودی به نظر شما در این توافق حل شده و چه بخشایش باقی مونده؟ بله، سلام بر شما و بینندگان محترم. خب یه چیزی آغاز شده الان، ولی اینکه اختلافات حل شده این خیلی ایدئاله. به نظر من اختلافاتی که سابقا وجود داشته هنوز سر جاشه، منتها یک سری مسائلی موجب شد که اینها به طرف همدیگه حرکت کنن. یکی اینکه جنگ‌های نیابتی به نتیجه مشخصی برای هر دو طرف واقعا نرسیده بود. مثلا در یمن نه حوثی‌ها میتونستن کاملا یمن رو بگیرن، نه دولت مشروع یمن میتونست این کارو بکنه. وضعیت لبنان هم همچنین، در عراق هم به همین صورت، در جای دیگه هم همینطور. اینا حال دادن هر دو طرف رو که در واقع بیان و پیشنهاد چین رو برای آشتی دوباره قبول کنن و به این شکل گام نهادن. ولی این که الان مشکلات حل شده به اعتقاد من چنین نیست. مشکلات همانند گذشته الان باقیه و ممکنه هر لحظه هم منفجر. چقدر امکان همکاری در زمینه امنیتی میان دو طرف به نظر شما وجود داره، تهران و ریاض؟ این بایستی در واقع یک سری فرایندها شکل بگیره، یک سری بسترها میان دو طرف حاصل بشه تا به این نقطه برسن. چون که سابقا در دوره آقای خاتمی و دوره اصلاحات چنین چیزی حاصل شده، ولی الان موانع سیاسی وجود داره، موانع دیپلماسی وجود داره، موانع حتی اقتصادی وجود داره، و بنابراین تا وقتی که این موانع برداشته نشه، من معتقدم که در سطح امنیتی خیلی زوده بگیم که دو طرف بیان و با هم دیگه همکاری کنن. آقای هاشمیان، شرکت‌های سوری هستند که متعلق به ایران بودن، در امارات اینا تحریم شدن در این سال‌ها. حتما شما بسیارشون رو اسامیشون رو دیدین که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده. به نظر شما سرنوشت اینها چه خواهد شد بعد از این عادی سازی روابط بین تهران و امارات، ایران جمهوری اسلامی و امارات و عربستان سعودی؟ اینجا در واشنگتن همونطور که خودتون میدونید، ایالات متحده به قانون قیصر، قانون تحریم سوریه، شدیداً پایبند. سیاست ایالات متحده در مورد سوریه شدیداً باقیه و حتی اعتراضاتی ما دیدیم از سوی ایالات متحده نسبت به کشورهایی که آقای بشار اسد رو به جده در سران کشورهای عربی دعوت کردن. و بنابراین من معتقد نیستم که در این فاصله ما شاهد این باشیم که برخی از شرکت‌های سوری از تحریم‌ها بیان بیرون. و شما وضعی که الان ایران و جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا داره رو بهتر از من می‌دونید. الان حتی گام‌هایی که به شکل مخفی و سری
در رابطه با ارتباط جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی، ارتباط ایالات متحده و جمهوری اسلامی برداشت میشه، با شدت مورد انتقاد قرار میگیره و لایه‌های جدیدی هم به کنگره ارائه میشه که تحریم‌ها رو زیاد کنن. من بعید میدونم که این شرکت‌ها در حال حاضر بتونن از تحریم‌ها رها بشن. مخالفان جمهوری اسلامی در امارات به نظر شما لازم احتیاط بکنن الان که روابط دیپلماتیک گرم‌تر شده؟ من معتقدم که اگر دولت امارات نشانه‌های دقیق و مشخصی از جمهوری اسلامی ببینه که منافع دو طرف رو لحاظ کنه و در نظر بگیره، مخالفان کاری نمیتونن انجام بدن. یعنی در واقع ما در امارات مانند جمهوری اسلامی نیست که یک سری گروه های فشار میتونن با یک حرکت های ایزایی کارهای دولت رو متوقف کنن. اونجا یک حاکم مشخص وجود داره، دستورات مشخصی میده و دولتش هم در واقع طبق این دستورات عمل میکنه. بنابراین همه چی بستگی به این داره که جمهوری اسلامی واقعا میخواد که روابطش با امارات و کشورهای منطقه بهبود پیدا کنه یا نه. آقای هاشمی، من پرسش آخر، وقتمون هم محدود هست. امارات و بحرین حتما خاطرتون هست در صف نخست پیوستن به پیمان ابراهیم بودن. چطور میتونن الان میان روابطشون با اسرائیل و جمهوری اسلامی توازن برقرار کنن؟ من فکر میکنم به نفعشون شده که این مسئله رو به این شکل مطرح کردن. جمهوری اسلامی یادتون که سابقا تهدید میکرد، آقای قاسم سلیمانی قبل از اینکه کشته بشه تهدید میکرد، بعدها مقامات دیگه امارات رو تهدید کردن، ولی الان جرأت تهدید ندارن و اصلا موضوع رابطه امارات با اسرائیل فراموش شده در صحبت‌های مقامات ایران، بخصوص در یکی دو سال اخیر و بخصوص وقتی که اماراتی‌ها تونستن همزمان با رابطه با اسرائیل با جمهوری اسلامی رابطه برقرار کنن و در واقع کارهای مشترکی انجام بدن، ضمن اینکه اماراتی‌ها الان کاملاً و دربست در سیاست آمریکا حرکت نمی‌کنن. اخیراً دیدیم که از پیمان دریایی مشترک با ایالات متحده که 38 دولت در اون هستن، پیمان CMF خارج شدن. و بنابراین این مسئله الان به نفعشونه که روابط رو با جمهوری اسلامی نگه داشتن و روابط رو با اسرائیل هم توسعه. خیلی کوتاه بفرمایید آقای هاشمیان، گفتگوهایی که دولت بایدن داشت با جمهوری اسلامی به نظر شما بر رویکرد سعودی ها تاثیر داشته؟ ببینیم که اونجا یک بستر از نارضایتی در دولت سعودی نسبت به آقای بایدن بود. یعنی تمام کارها و نتایجی که ما شاهد بودیم، نزدیکی به چین، نزدیکی به روسیه و سپس گشایش با جمهوری اسلامی، همه ناشی از نارضایتی محمد بن سلمان از آقای بایدن. ولی ما نباید فراموش کنیم که بین ایالات متحده و پادشاه سعودی رابطه بین دولت‌ها نیست، بلکه بین کشورهاست و یک روابط استراتژیکی وجود داره و خیلی هم عمیقه. و به اعتقاد من موضوع آقای بایدن آمدن دموکرات‌ها و رفتن اونها زیاد تاثیر نمیذاره بر همکاری استراتژیک، ضمن اینکه منافع آمریکا هم در منطقه کاملا مشخصه. طبیعتاً آمریکا میخواد تنش ها در منطقه کاهش پیدا کنه. بله. ولی موضوع ناوگان پنجم و وجود ایالات متحده در منطقه و کارهایی که جمهوری اسلامی الان داره انجام میده برای فشار بر آمریکا که از منطقه خارج بشه، اینا جزء منافع اساسی آمریکاست که من معتقدم پادشاه سعودی اونها رو در نظر. سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان تحلیلگر امور جهان عرب بودند که از ویرجینیا به ما پیوستند. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده در زمان خروج آمریکا از برجام در کتاب خاطراتش اتاق واقعه نوشته: من نهایت تلاشم را انجام دادم تا متحدانمان بریتانیا، آلمان و فرانسه را برای آنچه رخ داد آماده کنم، زیرا آنها اصلا برای یک خروج احتمالی آماده نبودند. هنوز برای به زانو درآوردن ایران یا سرنگونی رژیم کارهای زیادی مانده، هرچند سیاست بیان شده ترامپ خلاف این بود، اما ما شروع خوبی داشتیم. بولتون در ادامه می نویسه: طرح اولیه این بود که تمام تحریم های تعلیق شده در نتیجه توافق هسته‌ای اوباما دوباره اعمال شود و سپس با تغییراتی راه های گریز از تحریم مسدود شده، اجرای تحریم ها شدت یابد و این کارزار به فشار حداکثری بر ایران تبدیل شود.
آقای بولتون، اونطور که بعضی کارشناسان عنوان کردن، میشه تخفیف تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو به عنوان کمک به مردم ایران به افکار عمومی آمریکا ارائه کرد؟ Well, I don't think the sanctions are being enforced effectively now, and I think that's a problem because من فکر نمی کنم تحریم ها به طور موثری داره اعمال میشه. به نظر من این یه مشکله، چون رژیم ایران از سال 1394 تا حالا تونسته تحریم ها رو دور بزنه. توافق هسته‌ای با خروج ایالات متحده تموم شد و اونا تونستن از فشارها جون به در ببرن و حالا هم با چشم‌پوشی‌های بیشتر دولت بایدن رژیم راه نجاتی پیدا کرده که حقش نیست. بنابراین وقتی از رفع تحریم‌های مضاعف یا عدم انسداد دارایی‌ها در صورت رسیدن به نوعی توافق صحبت می‌کنن، مردم باید بفهمن که پولی که در موردش صحبت میشه میره توی جیب رژیم، به مردم ایران چیزی نمیرسه. پس من فکر میکنم گفتن این که لغو تحریم ها به نفع مردم یا اقتصاد حرف درستی نیست. در نظر داشته باشید که اقتصاد ایران الان در وضع بسیار بدیه. تحریم ها تنها یکی از دلایل این وضعیته. دلیل اصلی واقعا سوء مدیریت اقتصادی توسط آیت الله هاست. شما فکر نمی‌کنید تحریم‌ها به قابلیت توده مردم ایران برای سازماندهی و زندگی طبقه متوسط آسیب زده؟ من فکر می‌کنم دلیل اصلی وضعیت خراب اقتصادی تأثیر سال‌ها سوء مدیریت اقتصاد به ویژه در بخش نفته، یعنی جایی که سرمایه گذاری کافی وجود نداره، و این در حالیه که آیت الله ها بخش اعظم همون درآمد رو هم به جیب خودشون و دوستانشون ریختن. به همین دلیله که در سراسر ایران در 5 سال گذشته اعتراضات اقتصادی قابل توجهی صورت گرفته، چون زندگی مردم خیلی سخت شده و این در درجه اول به دلیل سوء مدیریت اقتصاد کلانه. اخیراً وزارت خزانه داری ایالات متحده شهرام پورصفی، یک عضو سپاه رو به دلیل نقشش در برنامه‌ریزی‌های گسترده برای کشتن شما و دیگران از جمله یک مقام رسمی دیگر آمریکا تحریم کرد. آیا احساس امنیت می‌کنید و فکر می‌کنید این تحریم‌ها چه تأثیری خواهد داشت؟ Well, I'm under the protection of the Secret Service as I was when I worked in the White House. الان من مثل زمانی که در کاخ سفید کار می‌کردم تحت حمایت سرویس مخفی ایالات متحده هستم. بهتر از این ممکن نیست. بنابراین کاملا احساس امنیت می‌کنم. به نظر من آمریکایی‌ها باید درک بهتری از این موضوع پیدا کنند که آیت الله‌ها دارن شهروندان آمریکایی رو، از جمله افرادی که قبلا در دولت بودند و صرفاً به نمایندگی از ایالات متحده وظایف خودشون رو انجام می‌دادن، هدف می‌گیرن. علاوه بر اون، رژیم داره ایرانی‌های خارج از کشور رو در آمریکا و اروپا هدف قرار میده و این اون روی سکه سرکوبیه که امروز در داخل ایران دارن انجام میدن. شهرام پورصفی و اتهامات جنایی علیهش به این معناست که احتمالاً هرگز ایران رو ترک نخواهد کرد. اما به نظر من گفتن اینکه آیا تحریم‌های اقتصادی بر هر کدوم از افراد مزدور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأثیری خواهد داشت یا نه بسیار سخته. هیچ مدرکی داله بر کاهش فعالیت‌های سپاه پاسداران در سطح بین‌المللی وجود نداره. بنابراین مشخص نیست که تحریم‌ها حالا هر سرانجامی که پیدا کنن لزوماً بر فعالیت‌های اونها تأثیر خواهد داشت. گزارش ها از 2 برابر شدن صادرات نفت خام ایران از اواخر سال میلادی گذشته و رسیدن به 1.6 میلیون بشکه در روز حکایت داره. به نظر شما جمهوری اسلامی داره از انزوا خارج میشه؟ Well, I think a lot of that has come from sales to China. به نظر من بخش عمدش از راه فروش به چین حاصل شده. بدیهیه که این یکی از دلایلیه که چین تونسته حضور خودش رو در کل خاورمیانه افزایش بده. به نظر من هر درآمدی که به حکومت ایران برسه برای رژیم حاکم به منزله یه راه نجاته. فکر میکنم برای مردم ایران وحشتناکه، چون ادامه سرکوب ها رو ممکن میکنه که تا حدودی بعد از قتل مهسا امینی فروکش کرده بود، ولی حالا به همون شدتی که قبلا بود در حال بازگشته.
شما اخیراً در یک گزارش به سنای ایالات متحده درباره جنبش زن زندگی آزادی گفتید که جنبش در حال پیروزی است. به نظر شما نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در وضعیتی که امروز جنبش درش هست چه نقشی دارن؟ اپوزیسیون گسترده است و بر هر بخشی از کشور و هر طبقه اقتصادی اثر گذاشته و به نظر من ائتلاف زنان حول مخالفت با حکومت آیت الله ها از نظر سیاسی خیلی مهمه. جنبش زن زندگی آزادی چالش ایدئولوژیک مستقیمی برای آیت الله هاست که مدعیان از طرف خدا صحبت میکنن و زنها باید پوشش خاصی رو به تن کنن. بنابراین وقتی زنها میگن ما نمیخوایم به این قانون پوشش مقید باشیم، دارن رژیم رو به چالش میگیرن، نه فقط در مورد لباسی که میپوشن، بلکه دارن اساس واقعی حکومت آیت الله ها رو به چالش میگیرن. یه واقعیت اجتناب ناپذیر اینه که همه سرلشکرها و فرماندهان نظامی و همه سردارهای سپاه پاسداران هر کدومشون یه مادر دارن، بیشترشون خواهر دارن، همسر دارن، دختر دارن و هر شب دارن حکایتش رو از زبون اونها میشنون. این عواقبیه که من فکر میکنم به خوبی درک نشده، اما تأثیر سیاسیش بر رژیم آیت الله ها بسیار چشمگیره. به همین دلیل معتقدم که نظام جمهوری اسلامی الان ضعیفتر از هر زمان دیگه‌ای از سال 1357 تا به حاله. اخیراً محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در سخنانی در کلاب هاوس ادعا کرد که شما با همکاری سازمان مجاهدین اعتراضات دی 96 رو با هدف سرنگونی رژیم به راه انداختید. پاسخ شما چه هست؟ ایشون قوه تخیل خوبی داره. خوشحال می شدم اگه می تونستم اعتبار این کار رو به خودم بدم. اما معلومه که این مخالفت ها، اعتراضات و ابراز عقیده ها در ایران کاملا امر داخلیه. این بیان واقعی اون چیزیه که مردم با پوست و گوشت خودشون دارن حس می کنن و هیچ ربطی هم به بیگانگان نداره. ظریف همچنین گفت ترامپ میخواست با او در کاخ سفید ملاقات کنه، اما شما و پومپئو هر کاری کردید که تماسی برقرار نشه. درست میگه؟ کاش میتونستم اعتبار اون کار رو بپذیرم، ولی اینو میگم که دیدار رئیس جمهوری ترامپ با هر کدوم از مقامات رژیم ایران اشتباه میبود. این یه نظام سرکوبگره، داره مردم خودش رو نابود میکنه، به حرفش نمیشه اعتماد کرد و در واقع من معتقدم تا زمانی که خود نظام سرنگون نشه، مردم جهان از تروریسم اونها یا تلاششون برای دستیابی به بمب اتم در امان نخواهند. آقای بولتون، شما در کتابتون اتاق واقعه نوشتید که میان مشاوران پرزیدنت ترامپ اختلاف وجود داشت، از جمله اشاره کردید به اختلاف خودتون با جیم ماتیس وزیر دفاع وقت که در جلسه به رئیس جمهور گفته بود تمرکز اصلی باید بر روسیه و چین باشه نه ایران. به اختلاف نظراتون با رکس تیلرسون پیش از ورود به دولت هم پرداختید. این اختلافات چقدر باعث شد هدف نهایی از تحریم ها محقق نشه؟ گرچه من در طول سالها در بسیاری از موارد با ترامپ اختلاف نظر داشتم، اما فکر میکردم وقتی در مبارزات انتخابیش گفت ایالات متحده باید از برجام خارج بشه کاملا درست میگفت. منتها ایشون تا 30 روز بعد از ورود من به کاخ سفید در سال 1397 قادر به انجام این کار نبود. در کل فکر میکنم اقدام درستی بود، اما بعد از اون اقدام ترامپ خودش نتونست از الگوی ثابتی پیروی کنه. ما تحریم ها رو به اندازه‌ای که باید اعمال می‌کردیم نکردیم. برنامه بلند مدتی نداشتیم که ایران رو به یه نوع جدیدی از حکومت ارتقا بدیم و برسونیمش به رهبری جدیدی که منعکس کننده خواسته واقعی مردم ایران باشه. بنابراین فکر می‌کنم ما فرصت‌های زیادی رو از دست دادیم، نه لزوما به دلیل اختلاف نظر بین مشاوران ترامپ، بلکه به دلیل ناتوانی ترامپ در اتخاذ یک سیاست منسجم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز این ادعای طرح شده در پرونده اتهامیش مبنی بر نگهداری سند محرمانه درباره طرح حمله به ایران رو رد کرده. واکنش شما چه است و آیا به خاطر دارید که بدون اینکه رئیس جمهور درخواست کرده باشه هر گونه طرح حمله به ایران به ایشون داده شده باشه؟ Truth is not a restraining factor for Trump, so he can say at one point he has. حقیقت عامل بازدارنده‌ای برای ترامپ نیست. پس میتونه در این مقطعی بگه من سندی در دست دارم که به منزله یک طرح جنگه و بعداً زمانی که این موضوع ناخوشایند شد اون رو انکار کنه. من فقط یه مطلبی رو میگم که به طور بالقوه اطلاعات بسیار حساسیه و اونم اینه که پنتاگون خودش رو به درستی برای بسیاری از سناریوهای مختلف آماده میکنه. ایالات متحده دشمنان بسیاری در سراسر جهان داره. ما با
خطرات و مخاطرات زیادی مواجه هستیم. اگه پنتاگون دست کم در سطح برنامه‌ریزی برای هر امکان محتملی آمادگی نداشته باشه، در انجام وظایف خودش کوتاهی کرده. من میتونم این حرفو بهتون بگم چون به نظرم مهمه که مردم در سراسر جهان و در آمریکا بدونن که ارتش ما برای دفاع از کشور در برابر همه این موارد مختلف وظیفه بزرگی بر دوش داره. شما در دو دولت بوش و دولت ریگان خدمت کردید. سیاست آمریکا در قبال تحریم‌ها در دو دهه گذشته چقدر تغییر کرده؟ باید سه دهه یا بیشتر برگردیم به عقب. من فکر میکنم تحریم هایی که علیه صدام حسین پس از حملش به کویت اعمال شد یکی از مؤثرترین تحریم ها بود، اما حتی اونم نتیجه مطلوبی در متقاعد کردن صدام برای خروج نیروهای عراقی از کویت نداشت. بنابراین نیاز به جنگ اول خلیج فارس پیدا شد. فکر میکنم ما یاد گرفتیم که تحریمی که اجرا نشه فایده‌ای که نداره هیچ مضر هم هست، چون این تصور رو ایجاد میکنه که داریم تلاش میکنیم اقدامی انجام بدیم ولی واقعا هیچ تأثیری نداره. فکر میکنم ما چیزهای زیادی از نحوه رفتار ایران و کره شمالی در دور زدن تحریم هایی که روی برنامه های هسته ایشون اعمال شد یاد گرفتیم و اینکه الان روسیه چطوری داره تأثیر تحریم های اقتصادی رو خنثی میکنه. من همچنان معتقدم که اعمال درست و کافی تحریم ها میتونه تاثیر قابل توجهی داشته باشه، اما اگه شما واقعا اعمالشون نکنین واضحه که موثر نخواهند بود. این درسیه که هنوز به طور کامل یاد گرفته نشده. همونطور که در جریان هستید، ریاض از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان دعوت کرده. گرم شدن روابط ایران و عربستان به دولت بایدن در رسیدن به یک توافق غیر رسمی با ایران و آزادی یروگان های آمریکایی کمک میکنه؟ خب به نظر من یک توافق موقت با جمهوری اسلامی که منجر به آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران بشه صرفاً راهی برای کمک به رژیمه. امیدوارم این اتفاق نیفته. بسیاری از کشورهای عرب خلیج فارس فکر میکنن که دولت آقای بایدن غیر قابل اعتماد و اتکاست و عزم لازم رو برای ایستادگی در برابر آیت الله ها نداره. به این دلیله که حکومت‌های عرب به این نقطه رسیدن که خودشون رو حفظ کنن. هرچی باشه اونها دارن در منطقه زندگی میکنن و دارن با خودشون فکر میکنن که ایالات متحده ثابت قدم نیست. البته به این معنی هم هست که کشورهای عرب در حال نزدیکتر شدن به اسرائیل هستن، چون ارزیابیشون اینه که تهدید آیت الله ها از بسیاری جهات مستمرتر از عزم ایالات متحده به دفاع از اونهاست. فکر میکنم این مسئله ایه که در انتخابات 2024 آمریکا دربارش بحث خواهد شد و اگه جمهوری خواهان نامزد مناسبی انتخاب کنن و کارزار مسئولانه ای را آغاز کنیم، سیاست واشنگتن در قبال ایران میتونه درست بعد از انتخاب بات 2024 تغییر کنه. فکر میکنم این باعث تغییرات دیگه ای هم در منطقه بشه.